Haberin bir evinin kişiymiş. Uf. Uh. یه مشکلی که هست این امید جوری که صحبت میکنه این اینا که طرفدار اقتصاد مقاومتی یا استقلال کامل یا خود مختار بودن و این چرت و پرت‌ها هست این از اقتصادی ما این دیگه ثابت شده که این روش های اقتصادی کار نمیکنه این چرت و پرتایی که جمهوری اسلامی میگه یعنی این چیز دیگه شکی توش وجود نداره یعنی که این روش های اقتصادی اصلا به شدت به ضرر هر کشوری که این سیاست رو داشته باشه که فکر کنم تن فکر کنم جمهوری اسلامی بعد از کره شمالی بیشترین کشوری هست که همچین سیاستی داره و ولی جالبه برای کسایی که مثلا مثل امید وقتی فکر میکنن هر همکاری رو بین دو تا کشور رو یعنی ببین بالاخره آمریکا یک کشور و با اقتصاد بسیار بزرگ خب خیلی احمقانه است شما وقتی که این هر با هر کشوری شما همکاری بخواید بکنید به حتی دو تا کشور که مثلا ابرقدرت هم نباشه مثلا مغولستان بخواد با کشورهای همسایش حواسش باید باشه که نه زیادی عصبانیشون بکنه یا هر با هر کشوری که تجارت داره خب نه زیادی عصبانیشون بکنه نه زیادی به همه حرفشون تن بده ولی وقتی که یه نفر مثلا امیدانه میخواد پروپاگندا بکنه که هر کشوری که مثلا به نفع آمریکا به نفع و به ضرر ایران میاد سیاستی میگیره خب معلومه به نفعشون هم هست کی بیاد مگه احم... واقعا احمقانه است که فکر کنی یه کشوری مثل کره جنوبی بیاد طرف اه... توی سیاست های خودش بیاد تصمیم بگیره مثلا آمریکا بهش بیا... بگه این کار بکن اون کار نکن و خب جمهوری و کره جنوبی هم که حتما هر چی که آمریکا میگه رو گوش نمیکنه میاد نگاه میکنه بیا ببینه موزه کی رو بگیره بیشتر به نفشه خب شما فکر میکنین شما اگه جای سیاستمداران کره جنوبی بودین خب اگه میخوای بیاین بین دو تا کشور مثلا جفتشون از شما یه تقاضا دارن طرف کدوم رو میگیرید طرف ایران رو میگیرین یا طرف آمریکا رو میگیرین اگه شما یه کشور یه سیاست مدارانی یک کشوری باشین که مثلا به فکر منافع ملی خودتون باشه خب معلومه بیشتر اینکه دوستی شما با آمریکا به بش شدت برای شما مهمتر خواهد بود تا تا جمهوری اسلامی خب معلومه ولی همه این چیزا رو به این چه اینجوری فکر میکنه میاد میگه که چی ذلت طلب ذلت طلب به خاطر اینکه یه کشوری که داره منافع خودشو وقتی که میاد رابطهش با آمریکا مقایسه میکنه با روابطش با ایران میاد منافع شخصی خودش منافع کشور خودش رو در نظر میگیره به این میگن ذلت طلبی تو لایو چت هم باشه شما دارین چی میگی صدا آه میگه صدای ویدیو رو نداریم مگه میشه نداری شو بشین خیلی یه رو دیگه سعی میکنم. در حالت عوامر آمریکا رو داره اجرا میکنه و پول های ما رو بلوکه کرد حالا داریم بود اما دستور حالا داریم حله بهری میگه حله دیگه کسی گه بقیه هم تایید کنین که حله آقای خامنه ای آره خیر خب پس بذاریم گوش کنیم ببینید چی داره میگه خب که اولش من بیشتر حرف من بود طرف امید این هفته و یه بار دیگه گوش کنیم که چی گفت دوستان عزیز اتفاق بزرگی افتاد تو این هفته و نامه آقای خامنه ای منتشر شد و پشبندش ابراهیم رئیسی اقدام کردند که نتیجه نقر داغ شدن اقتصاد کره جنوبی حکومت وابسته و در حقیقت ذلت طلبی است که وابسته و ذلت طلب خب یعنی این من خب حالا دیگه توضیح رو دیگه تکرار نمکنم. اینو در برای یک کشوری میگه در برای کره جنوبی میگه در برای یه کشوری که داره منافع داره بین اگه بخواد بین آمریکا و جمهوری اسلامی تعیین بکنه که با کی روابط رابطش مهمتره آمریکا رو خب به, به طور طبیعی به طور منطقی باید آمریکا رو انتخاب کنه معلومه خب ولی یه همچین چیزی وقتی یه همچین سیاست هایی رو که یه کشوری میگیره امید باید بیاد بگه چی؟ امید باید بگه این زلت و وابستگی خب وابستگی منم همین میگم وابستگی همون همکاری ببینی شما بر اساس اینکه سیاستتون چی باشه خب چیزی رو که بقیه همکاری میبینن شما وابستگی میدونید خب ما الان تو دنیای اقتصادی که وجود دنیای اقتصاد نوین همه کشورها هم به هم همکاری دارن میکنن و این همکاریشون باعث وابستگی به هم دیگه شده این ایرانه که از اینجا از این همکاری بین کشورهای دیگه نسبتا خارجه خب البته و برای همین برای اینکه بیاد توجیه بکنه که چرا این کشورهای دیگه ذلت طلبن یا اینکه مثلا وابست به جای اینکه بگه اینا با هم همکاری دارن میکنن طرفداران جمهوری اسلامی باید بگن اینا با هم وابستن حالا انگار وابستگی الان بله خیلی جالبه ها اینم امید که داشت میومد درباره انگلستان یه ویدیو دیگه داشت که چقدر الان افتضاح شده توی انگلستان که مثلا مردم تو صف بنزین هستن ماشینا تو صف بنزین هستن و بنزین گیر کسی نمیاد خب میخواد بیار نشون بده که آها انگلستان بده خب این مشکلی که الان تو انگلستان وجود اومده به خاطر همون برکسیت بوده به خاطر همون سیاستی بوده یه مقدار انگلستان مردمش رأی دادن که یه سیاستی نشون بدن که وابسته مثلا به اروپا نباشن که میبینی این تصور کسایی که مثلا اقتصاد حالشون نیست که فکر میکنن استقلال خوبه خودمختاری خوبه وابستگی بده نمیفهمن که همکاری کشور مختلف با هم الان تو دنیای اقتصاد نوین امروز این باعث رشد همه کشور رو میشه انگلستان یک زر یک سیاست بسیار مزری رو گرفت که اومد برکسیت رو بگیره بخاطر اینکه میخواست خودمختار باشه مستقل باشه از بقیه اروپا الان این همه مشکلاتی که وجود میاد نگاه کنین چقدر انگلستان الان خرابه همین یه مقدار مشکلی هم که دارن به خاطر همین سیاست های مقاومتی و خودمختاری و اون چرت و پرتا بود حالا اینو یه سیاستشون این بود الان دارن جوابش پس میدن جمهوری اسلامی همش اینه <تصفح> خب یعنی خب فکر این چقدر بدبختی جمهوری اسلامی داره که حالا یک ذره مثلا انگلستان این بدبختی یک مثلا سیاست مردمی که خب میخواستن فشار آوردن رای دادن که یه مقدار خود مختار باشه حالا یه ذره جواب اینو مزدش دیدن که چه که چرا ضررایی داره یعنی تقصیر خودشونه خب ولی فرض کنید که چقدر جمهوری اسلامی ضرر میدونه که همش اینه همه این سیاستاش همینه اقتصاد مقاومتی این چرت پرتا حالا برای اینکه بر... بر... خودتون نمیتونین استفاده بکنین از همکاری با کشور دیگه مثل یک کشور نرمال وقتی که بقیه کشور رو با هم همکاری میکنن علیه شما باید به جای همکاری اسمش رو وابستگی آره میگه در واقع ایران از محصولات خوب کره محروم شد. بله. کره هم یکی از بهترین کشوراست برای این لوازم خانگی. طلبی است که در حقیقت عوامل آمریکا رو داره اجرا میکنه و پولهای ما رو بلوکه کرده بود. اما دستور آقای خامنه ای مبنی بر جلوگیری از کالاهای کره جنوبی مشخصا سامسونگ و ال اپ... دستور آقای خامنه ای من مونده من نفهمیدم این خامنه ای قراره بگه من هیچ کارم یا همه کاره هی hey, هی hey, عوض میشه هی hey, میگه من کاری ندارم بعد یه دفعه میاد میگه این کارو بکنین اون کارو نکنین واکسن آمریکایی نیارید م... چیز... محصولات کره جنوبی رو نیارید یعنی چی خب هی مگه خودش یه کسی بره ویدیوهای اینا بذاره بگه من هیچ کارم من تصمیم نیستم مسئولیت بقیه هم. بعد یه میاد میگه که واکسن نیارید بعد میاد میگه که تکلیف اصلا خودش من خودش, خودش خودش نمیگه من که به مردم گفته بودم من هیچ کارم پس الان چه جوری بگم من خودم دارم دستور مستقیم میدم که چه کار بشه ما رو بلوکه کرده بود اما دستور آقای خامنه ای مبنی بر جلوگیری از کالاهای کره جنوبی مشخصا البته نه. حالا بعضی تو لفته میگن آرمی مگه تو نمیدونی همه کار است معلومه که میدونم همه کار است منظورم اینه که حتی برای خودشون حتی برای پیغامی هم که میخوان بذارن بیرون دیگه اصلا براشون مهم نیست که دارن به روز روشن به طور شفاف حرفای قبلی خودشون رو نقض میکنن یعنی حداقل یه زمانی سعی میکردن حرف سامسونگ و الژی فقط بابت بلوک کردن پول های ایران نبوده و در حقیقت قضیه فراتر از این هاست ما سه سال پیش وقتی که آقای تران فشار حداکثری اکثری ما یاد سازی کرد شرکت سامسونگ و الژی اومدن و تمامی و دستگاه خودشون و دفتر دستگاه خودشون و همه اینها رو از ایران خارج کردن و دفاتر خودشون رو بستن خب چیکار کنه؟ آه یعنی این خیانت به جمهوری اسلامی یعنی یه کشوری که بزرگترین تاثیر رو داره تو تجارت همه جهان داره میاد به همه جهان میگه اگه با این کشور شما اگه دفتر توش داشته باشین اگه تو این کشور داشته باشین اگه تجارت باش داشته باشین ما شما رو تحریم میکنیم و کره جنوبی بیاد چیکار کنه کره جنوبی بگه که نه من وفادارم به جمهوری اسلامی و آمریکا بیاد ما رو تحریم بکنه به خاطر اینکه تجارت داریم با ایران یعنی یعنی چی یعنی شما انتظار... یعنی... من موندم انتظار چیه از کره جنوبی انتظار چیه یعنی <applause> <applause> <wi> <applause> چی مقاومت یعنی از من مگه زده, زده مگه به سرشون مگه میخوان اونا مثل این احمقایی که دارن مدیریت ایرانو میکنن مدیر حکومت سران حکومت ایران بیان بگن که ما هم اقتصاد مقاومتی علیه بزرگترین اقتصاد جهانو بکنیم مگه به زده به سرشون میدونید چقدر اقتصاد کره جنوبی داغون میشه کره اقتصاد هر کشوری با خاطر اینکه اونا حواسشون به این هست که چی باعث رشدشون میشه مگه یه من چه انتظاری هست شما فکر میکنید کره جنوبی انتظار داشتیم بگی که باشه آمریکا بیا ما رو تحریم کن ما دفترامون رو توی ایران نگه میداریم و تجارتمون هم همون جوری نگه میداریم با ایران که قبلا بود من یه کسی به انتظار اینا چیه من من حواسم باید به لایو چت باشه من که دفعه قبل که نبود آدیو چه خب تگ کنید حتما نه من ت... تا... اسم منو تگ نکنید جمهوری بی خدایان رو تگ بکنید اگه میخواین من بخونم من خیلی تحقیر کردن ملت ایران حتی نه خیلی تحقیر نکردن ملت ایران رو حواسشون به مردم خودشون بود اگه تحقیری هم قرار باشه تحقیر به علیه جمهوری اسلامی نه به مردم ایران شما فکر میکنید کره جنوبی اومده گفته که آ ما بیام از این موضوع استفاده کنیم که مثلا یه فوشی بدیم به مردم ایران <تصفيق> <تصفيق> من موندم کی رو, رو گوش میکنه همه تون میبینی خیلی جالب با خیلی تو لایو من گیر میدم به نحوه صحبت کردن من و یه سری لغتایی رو که مثلا به فارسی مثلا یادم رفته یا مثلا تلفظ و لحجم و اینا رو گیر میدن خب در صورتی که بعد میرن مثلا امید نگاه کن امید که خیلی فارسیش خوبه بالاخره کلی مثلا این فردوسی خونه و کلی اصلا خیلی نحوه بیانش از از فارسی بسیار عالیه خب کلی هم کلمه های فارسی را حتی حواسش هست که مثلا فارسیش چیه عربیش شن... عربی نه خب ولی منطقه اینو نگاه کنید این چه این چه یعنی وقتی که مردم حواسشون بیشتر هست به نحوه بیان به جای اینکه استدلال منطقی چی باشه وقت برای همین که این همش آدم اینقدر طرفدار پیدا میکنه در بازی های اگه اشتباه نکنم المپیک بود یا جام جهانی جان... جام جهانی که نه بازی المپیک بود فکر میکنم جام جهانی هم بود یه چیزی یادم میاد ولی فکر کنم اینجا المپیک بود دوستان بعد بهتر یادش باشه سامسونگ مثلا به همه کسانی که رفتن کره جنوبی به تیم های مختلف یک دستگاه موبایل میدادی نه ولی به ایران اینو نداره و ایران تحریمه بعد تا ورزشکارانمون اینجوری تحقیر کردن ورزشکاران شما رو تحقیر نکردن آدم حسابی ورز... اینا قرار بود هر کشوری هر کار تجاری با ایران بکنه اون مؤسسه ای که این کار تجاری رو با ایران کرده ممکنه میره توی لیست سیاه ممکنه بعدا با, با از قانونی کلی براشون هزینه میشه خب اینا گفتن که شما اگه این چیزا رو بدین به ورزشکارای ایرانی در واقع این ایرانی هم داخل دولت ایرانن این ممکن این جزء چیزایی هست که ممکنه برای یعنی نقص تحریم ها اینا رو شده از قانونی شما درسه سر... یعنی چی یعنی اینا بیان بگن که بله ما از قانونی ممکنه کلی در سر بیافت کلی بدبخشیم ببین همه ای مشکلات اینا تقصیر جمهوری اسلامیه نه کره جنوبی کره جنوبی داره سعی میکنه قوانین بین المللی رو رعایت بکنه ولی تو درس قانونی نیافتن همه تخ... چی اگه ورزشکاران ایرانی تحقیر شدن به خاطر مشکلات جمهوری اسلامیه نه به خاطر کاری که جنوبی کره جنوبی کرده کره جنوبی به حق مجبور بوده که قانون داره سعی میکنه که تو در سر قانونی نیفته یه مؤسسه کره کوری... جنوب... تازه همه کره هم رو که اون نبوده اون مؤسسه که مسئولیت اینو داشت که اینا رو این موبایل ها رو اینا رو بدن اون مؤسسه میگه ما ممکنه تو در بله سر بیافتیم بهتره که از از قانونی هم چنین بلای سر خودمون نیاریم یعنی هزینه های قانونی چقدر زیاد میشه برای این کشور حتی اگرم آخرش هم تو در سر ریسکش انقدر زیاده انقدر پول وکیل اینا باید بدن که هزینهش بسیار زیاده میگم آقا ما نمیتونیم به شما اینا رو بدیم برای اینکه اون وقت داریم تجارت میکن... تجارت میکنیم با جمهوری اسلامی تقصیر اینا کیه تقصیر اینا تخ... اون, کس... اون حکومتیه که همین اقتصاد مقاومتی رو فکر میکنه به نفعش البته به نفع میدونم به نفع مردمش نیست ولی فکر میکنه به نفع قدرت خودشه آقای خامنه ای خبری بهشون میرسه من این نامه مقام معظم رهبری اینا یک کانوا اکانت ندارن من اگه یه لوگوی یه چیزی یه رنگی یعنی الان من اگه داشتم کار میکردم برای دفتر مقام معظم رهبری من با کانوا اکانت هم یه چیز بهتری میتونستم درست کنم یه چیزی یه لتر یه چیزی یه کادری یعنی این چیه آخه اینا مثلا این همه اقتدار اقتدار میکنن این نامه که میدن بیرون و المپیک کره جنوبی بله المپیک کره جنوبی بود خبری به آقای خامنه ای میرسه که آقا جان قراره که کالاهای چینی میگم چینی کالاهای کره جنوبی نه همشون تو چشاشون اینجوری من ببخشید اشتباه کردم و اینها کالاهای کره جنوبی انجام جمله سامسونگ و ال قراره که یک سری کالاها بیارن وارد ایران بکنن و لوازم خانگی گسترده ای رو قراره وارد ایران کنن و یه در حقیقت تجار ایرانی اینا رو خریدن و داره وارد میشه آقای خامنه ای نامه میده به آقای رئیسی میگه که اگر این خبر درست باشه کمر اقتصاد و تولید کنندگان داخل واقعا میشکنه خیلی قضیه خطرناکیه تو... خب ببینید این برای کسایی من موندم یعنی اینا یک نفر اونجا ندارن که یه ذره اقتصاد بلد باشه یعنی چند بار این تو تاریخ امت... ام... امتحان شده که, من... که یه حکومتی بفهمه که از بالا به پایین یک حکومت بخواد اقتصاد اینجوری کنترل بکنه همیشه به ضرر کشور بوده همیشه به زر... این باعث میشه تولید داخلی ببینید شما با اقتصاد رو نمیتونین از بالا به پایین خودتون تصمیم بگیرین که چی مردم چی لازم دارن مردم خودشون با پول خودشون باید رای بدن که چی خوبه چی بده و قیمت هر چیزی باید چی باشه هر حکومتی که سعی کرد بیاد تو این دخالت مستقیم بکنه اقتصاد دستوری از بالا به پایین داشته باشه این همیشه باعث شکست شده اصلا مشکل ما با کمونیستام هم همینه همیشه این اصلا کا اثبات شده که این باعث شکست میشه شما رقابت رو میریزید به هم اصلا نمودار ارز و تقاضا رو کلا میریزید به هم شما حالا ممکنه یه سری آدمایی پیدا بکنید که دارن تولید داخلی میکنن اونا به نفعشون میشه ولی خب قیمت کالا میره میره بالا برای کسایی که خریدارن رقابت میشه پایین میاد پایین کلا کیفیت کالا میاد پایین اینا جواب نمیده اینا اسپاچ شده اینا حرف نیستا ببینید اگه اینا رو از از منطق ببین حرف منم کسی نباید باور کنه برای اینکه اینا رو کسی بیاد استدلال بکنه از از اقتصادی چی به نفع جامعه است هر کسی هر حرفی میتونه بزنه از لازه تح... با... اینا از از آماری با تحقیق اینا اثبات شده که اینا این روش کار نمیکنه یعنی از این خیلی گذشتیم الان 100 ساله که از این گذشتیم 100 سال آره نه 50 ساله که دیگه مطمئنیم اینا کار نمیکنه جلوگیری بشه و این نامه ی آقای خامنه ایس به ریاست جمهوری ایران نامه دفتر در حقیقت مقام معظم رهبری نوشتن دفتر شما نیا کنین شما وقتی که محصولات شما میخواین از حمایت بکنین از تولید داخلی خب بعد میگین که خب محصولاتی که از خارج دارد میاد رو ما جلوش رو میگیریم و این باعث میشه که مثلا کسایی که تولید داخلی میکنن سودشون بیشتر بشه خب اولا اینکه باعث میشه که چون رقابت کمتر میشه قیمت اینا رو اینا با،, با, رقابت کمتر بتونن قیمت رو به طور مصنوعی بالاتر از اون چیزی بکنن که قبلا بود برای همین کسایی که خریدار هستن به ضررشون میشه رقابت هم کمتر میشه و کیفیت میاد پایین یه چیز دیگه هم هست رابطه شما با کشورهای دیگه کمتر میشه و برای همین همکاری با شما کمتر میشه ببینید کشورهایی که با هم روابط اقتصادی دارن از همدیگه حمایت میکنن شما اگه همینجوری بتونین به خاطر اینکه به نفعشونه جفتشون دارن از روابط اقتصادیشون سود میکنن خب یه دلیل اینکه آمریکا اینقدر مثلا حامی داره همه جهان به خاطر اینکه یه دلیل اینکه مثلا چین و آمریکا هیچ وقت امکان نداره وارد جنگ مستقیم علیه هم بشن به خاطر اینکه به اقتصاد هم دیگه احتیاج دارن ببینید هم به نفع چینه که آمریکا اقتصادش بره بالا هم به نفع است که چین اقتصادش بره بالا داره یعنی این همه حرف هم که میزنن هم دشمنی میکنن ولی در نهایت به نفع خودشون ترجیح میدن که اقتصاد این میبینی؟ این رقابت ها باعث شده که اصلا و کشورهایی که با هم همکاری میکنن اصلا به جای که با هم علیه هم باشن پیروزی کشورهایی که دارن باشن همکاری میکنن باعث پیروزی خودشون میشه برای همین توی دنیای امروزی خب وقتی که ما... کشورها با هم اقتصادشون همینجوری پاتی پر میشه هم ب... یه وابستگی این وابستگی که همه فکر بده این وابستگی باعث میشه که برای کشور رو برای همدیگه آرزوی موفقیت بکنن برای اینکه موفقیت کشوری که بهش وابستن باعث موفقیت خودشون میشه خب شما وقتی که میخواین اقتصاد مقاومتی داشته باشین بگیم خودمون میسازیم خودمون خود مختار استقلال،, استقلال 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 با هیچ کس رابطه ندارین دوستاتون رو اینجوری دست میدین همون دوستایی هم که دارین مثلا فکر می‌کنی ایران الان فکر میکنه مثلا دوستش مثلا چین و روسیه اینا هستن خب بله با شما روابط اقتصادی دارن ولی با دشمنای شما روابط اقتصادیشون بیشتره برای همین اگر قرار باشه یه روزی انتخاب بکنن شما مثلا فرض میکنه مثلا آمریکا یه روزی حمله بکنه حمله مستقیم بخواد بکنه به ایران فکر می‌کنی مثلا ارتش روسیه و چین یا جلوی آمریکا رو بگیره می داد و بیداد میکنن که این کار بده کار دیگه نمیکنن دقیقه پادشاهی این دوست نداشتن دوست نداشتن برای شما هزینه خواهد داشت مقام معظم رهبری نوشتن دفتر در پادشاه ایران شد آها یه چیز دیگه هم بگم همکاری با کشور دیگه باعث دموکراسی هم میشه خب برای اینکه هم... هم... از لحاظ اینکه وقتی که دو تا کشور دارن با هم همکاری میکنن و اقتصادشون با هم قاطی پاتی میشه فرهنگاشون هم با هم قاطی میشه یکی فرهنگاشون با هم قاطی میشه یکی دیگر اینه که وضع زندگی مردم هرچی بالاتر بره این روی حقوق بش... روی حقوق مردمی اون کشور تاثیر مثبت داره خب و هر وقت هم یک کشور یک حکومت منبع پول منبع پولش بیشتر از مالیات مردم بشه به جای منابع طبیعی این باعث میشه که قدرت مردم نسبت به قدرت حکومت بره بالا یه بدبختی که تو ایران داریم اینه که منابع طبیعی باعث میشه که حکومت بدونه خیلی مجبور نباشه رو مردمش تکیه بکنه شانشه ایران و رئیس جمهوری ایران هم فورا دفترش اینو به گمرک ارسال میکنه و دستور میده که جلوگیری بر این قضیه بشه که اتفاق خوبی جلوگیری از لوازم خانگی در حقیقت بیگانه اونم با توجه به اینکه در این چند سال آقای خامنه‌ای هر سال شعاری اومدن توصیف کردن در راستای دفاع از تولید داخلی سال من میدم آقای خامنه‌ای ای که آیا مثلا تخصص اقتصاد دارن که الان اینجوری میان نظر خودشون رو تحمیل میکنن به تمام جام من اصلا آقای خامنه ای مگه مردم ایران بهش رأی دادن که میتونه بیاد اینجوری یک همچین نظری رو به تمام اصلا انتخابات این ما لازم نیست این انتخابات ها ایه... یکی از هزاران دلیل که انتخابات جا تو ایران خامنه‌ای. اصلا بیا توضیح بده که این, این... به مردم که بگه من مثلا با 20 اقتصاد متخصص اقتصاد صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم و با اینکه شما رئیس جمهوری دارین من حق دارم بیام نظر خودم رو به همه کشور تحمیل بکنم و کسی هم حق نداره بگه نه خب اصلا اصلا کسی میتونه بیاد بگه خب اینو از کجا آوردی به چه دلیل آوردی خب ما مخالفت میکنیم ما فکر نمیکنیم به نفر اقتصاد کشور کسی اصلا یعنی چی این جوکه همه حکومتتون جوکه سال پیش جهش تولید بود و امسال مانع زدایی از تولید بود خب بچه‌ها کالای کره جنوبی مانع ایجاد میکنن حالا فارغ از اینکه اینا سه سال پیش ما رو تحقیر کردن ملت ایران رو رها کردن و به خاطر آمریکا جونشون بالاخره شدن از کشور ما رفتن فارق از این بحث که عدو میشه سبب خیر حالا که این کارو کردید دیگه ما بهانه داریم که جلوتون بگیریم و عدو شده سبب خیر مانع از در حقیقت وقتی ما میگیم شما تولید کننده ایران جهش کن به تولید و حالا اینکه شما بیای کالاهای سامسونگ و چه میدونم ال جی و کالاهای کره جنوبی رو وارد ایران بکنی و مانع داری ایجاد میکنی برای تولید کننده ایرانی اونم در لوازم خانگی که خب خودمون داریم تولید میکنی اصلا نمیفهمن اینا اقتصاد چجوری کار میکنه خودتون دارین تولید می‌کنی. ببینید هر, هند هم مثلا با این فکر میکرد این کارو میخواست بکنه که الان دیگه متوجه شده که چقدر این یعنی مثلا هند کلی هزینه داد که ما همه چی رو خودمون باید بسازیم ببینید از لحاظ اقتصادی به نفع شما هست که تکیه بکنید رو ساخت رو تولید چیزهایی که شما کامپیتیتیو ادوانتج دارید خب یعنی از لحاظ رقابتی یک یه فاکتوری تو کشور شما هست یک... یه... یه،, چیزی تو کشور شما هست که باعث میشه که نسبت به کشورهای دیگه یه امتیازی دارین که ی... یه،, چیزی رو از بقیه بیشتر میتونید بهتر میتونید تولید بکنید با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر خب هر کشوری بهتره که روی اون تولیداتی که کامپتیتیو ادوانتج داره روی اونا تکیه بکنه بقیه چیزها رو وارد بکنه چیزهایی رو که دوش کامپتیتیو ادوانتج داره رو اونا رو صادر بکنه بقیه چیزها رو وارد بکنه خب این باعث لازم هم نیست حکومت بیاد این کارو بکنه ها اگه حکومت دست, دست, نزنه به اقتصاد خیلی به طور زیاد دست نزنه به اقتصاد به طور طبیعی تمام سرمایه ها میره به طرف چیزهایی که یک کشور کامپیوتر و داره خب شما فرض کنید که مثلا تمام منابع کشورتون خب مثلا فرض کنید که یک کشور میتونه تمام تولیدات هر کشوری ده تا چیز مختلفه خب شما دو تا چیزشو آم... کامپیوتر و دارین یه کسی به من بگه قاسم کام... کامپیوتر و به من یک ترجمه خوب بده خب دو تا چیز کامپیوتر و ادوانتج تا چیزه... چیز دیگر رو کشور دیگه بهتر میسازه خب به جای اینکه تا... یه دولت بیا تمام منابع رو م... پخش بکنه بین این ده تا چیز بگه ما خودمون باید خودمون میتونیم این ده تا چیز رو بسازیم خب باعث میشه که اون هشت تا چیزی که رو ش... شما, مهارت ندارین با هزینه بیشتری دارین اونا رو تولید میکنین که لازمه بهتر بود که اکثر منابع کشور اکثر سرمایه کشور میرفت رو اون دوتا چیزی که میتونه با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کشور شما به دلایل خاصی اون چیزها رو بهتر میتونه بسازه رو اون چیزها تمرکز بکنه و سود اونو بر استفاده بکنه برای واردات چیزهایی که کشور دیگه بهتر میسازه این به نفع همه کشور یعنی هم, هم باعث میشه که شما سرمایه کشورتون سریع رشد بکنه چون اگه اون هشت چیز دیگر رو که شما دارین تولید میکنین که خوب نمیتونین تولید بکنین داری دارین, دارین, دارین سرمایه کشورتون رو حروم میکنین بهتر بود که روی چیزی ف... تمرکز میکردین مثل که یه نفره که مثلا میخواد هم دکتر باشه هم مهندس باشه هم نجار باشه هم همه چی باشه شما بهتر بود تمرکز میکردین روی چیزایی که استعداد دارین و خوب هستین بقیه چیز اگه دو... مثلا شما اگه مهندسیتون خوبه لازم نیست برید هم دکتری هم یاد بگیری مهندس باشو و پول مهندسی تو بده اگه دکتر بگی وقتی دکتر لازمه برای یه کشور هم همینه این پو... سرمایه هایی که میره به طرف یه چیزی که تو یه کشوری استعدادش نداره یعنی کامپیتیتیو ادوانتایج نداره من... ها مرسی مزیت ر... مزیت ر... رقابتی فکر کنم درست نمیشه مزیت نسبی درست میگم آره اینا داره،, اینا داره سرمایه کشور رو شما در این حروم میکنید بقیه کشور این رو یاد گرفتن بقیه کشورها هم این خود مختاری رو انتخاب کرد، امتحان کردن و همیشه دیدن جواب نداده همیشه همه جا تو طول تاریخ ما کلی سند داریم که این جواب نمیده این کاملا واضحه اینا همه اقتصاددانا میدونن برای همین نباید به دیگه رهبری که حالیش نیست این تصمیم ما رو برای کشور بگیره یه بهانه جنیت قبلگرا باشه مثل گربه میمونه هر جا پرتشون کنی چهار دست پا میان پایین جنیت قبلگرا میگن نه چون اگه کالای خارجی وارد ایران نشه تولید کنندگان ایرانی چون رقیبی ندارن دیگه چیز نمیکنن چون رقابتی وجود نداره کالای بیکیفیتی میدن اینا هم بحانه این چی میگه؟ الی میگه تو هم تمایلات جنسی خودتو نسبت به امید دانا پشت این حرفا پنهان میکنی کدوم تمایلات جنسی من و خودم دارم پنهان میکنم این به منه این چیه این به منه خب الی بگو کدوم تمایلات جنسی رو من دارم پنهان میکنم این واقعا به منه این جوکه الی جدی داره میگه این جوکه چی چاله من نمیدونم این جوکه واقعیه جالب نیست که جهت غربی و به میان و تئوریزه میکنن برای اینکه توجیه بکنن واردات کالاهای خارجی رو و این قضایی رو ما میدونیم و میدونیم که اینا بالاخره مثل گربه چهار پا میان با این بهانه بیارن من منکر این نمیشم اگر رقابتی خب باید رقابت داخلی باشه رقابت ها باید در داخل خب چرا باید داخلی باشه چرا نمیتونه هم داخلی باشه هم خارجی رقابت هر چی بیشتر باشه به نفع خریداراست میگه رقابت باید داخلی باشه امید به با چه داری؟ از چه, از چه منطقه؟ از... اصلا حمایت کنیم از تولید کنندگان داخلی که رقابت تو بین خودش باشه چرا رقابت باید با خارجی باشه اونم تو شرایط جنگ اقتصادی ببینید ما تو جنگ اقتصادی پیچیده هستیم ما نمیگیم شما خودتون رو به زور وارد جنگ اقتصادی کردیم به خاطر دشمنیتون به همه جهان جیم سال 2012 کتابش نوشت و همه دار. گو ما کنفرانسشو داد گفت ما تروریسم ارضی رو علیه ملت اینا به کار گرفتیم اینا البته حقای... یه چیزی هم من بگم من دوست دارم که ام، توی آینده دور آمریکا رقابت یعنی منم قبول دارم از این لحاظی که آمریکای یه مقدار قدرت تصمیم گیریش به خاطر اینکه اقتصاد جهان چه جوری باشه یه مقدار زیاده یعنی این دوست دارم برای این تصمیم گیری آمریکا یه مقدار رقیب داشته باشه که الان نداره و اگرم رقیب داشته باشه دوست ندارم یه کشور مثل چین رقیبش باشه البته ممکنه موقعی که چین اصلا بتونه رقیب آمریکا باشه به طور واقعی نه به طور توهمی که بعضیا فکر می‌کنن چین اون ابرقدرتی که خیلی‌ها فکر می‌کنن نیست من امیدوارم که مثلا کاش بشه که مثلا اروپا یه مقدار البته الان مثل که فرانسه و آلمان دارن یه مقدار مقاومت میکنن یعنی به نفع تمام دنیاست که کشور یه کشوری مثلا اروپایی از لحاظ اینکه تصمیم بگیرن روی اقتصاد جهان آمریکا یه مقدار رق، رقیب داشته باشه خب و رقیبش هم کشورهای مثل روسیه یا چین نباشن روسیه که دیگه تمام ولی چین نباشه یعنی من به اینو قبول دارم و این نکاتی است که خیلی ها میخوان به ندیدن بزنن خودشونو و حالا میان ببین شما از زیبا کلام ها اینا اینا میان انا صد در حقیقت توجیه میانن چرا بعد کالای کره جنوبی بیاد برام نکته دیگه اینه که ما منطری کره جنوبی نیستیم که اینا یا کار رابین میگه آرمین چرا داد میزنی شما همینجوری گیر بدین به نفع حرف زدن من به جون اینکه گوش کنین من دارم چی میگم یکی به مون گی... گیر میده یکی به لهجه گیر میده یکی به صدام گیر میده یکی به همتون به این چیزا گیر میده همین جوریه که خیلی همجوری میمونید دیگه یعنی حواستون باشه که ما داریم حرف حساب چیه حتی حتی, حتی کسایی هم که مثلا علی امید هم صحبت میکنن همتون یه خیلی هاتون همش نحوه حرف زدنش و شکل قیافش و چه میدونم زنش و این چیزا گیر میدید خب بیاین ببینید مردم حرف حسابشون چیه بیاین منطقشون رو بیاین بررسی کنین که ببینین ح... اونو بیاین نقد بکنیم. یه سری چیزایی گیر میدین که اصلا اهمیت نداره هر وقت بخواد بیاد مثلا دفاتر خوش دایر کنه هر وقت نخواد بره دفاتر خوشو رو ببنده اونم به خاطر کی به خاطر کشور سالس وقتی که شخصیت نداره کره جنوبی شخص با ما قر... شخصیت نداره کره جنوبی کره جنوبی که الان فرهنگش بزرگترین رقیب فرهنگ آمریکا شده شخصیت نداره کره جنوبی فیلم ها آهنگها... فرهنگ کره جنوبی الان ببینید توی پنجاه سال گذشته هر جای دنیا میرفتی هر کشوری دو تا فرهنگ طرفدار داشت خب یکی فرهنگ خودشون بود یکی فرهنگ آمریکا بود یعنی شما تو هر ای که میرین تو هر مالی که میرین تو خیابون که میرین تو سینما که میرین فیلم ها آهنگ ها یا مال خود کشوره یا آمریکایی خب شما اندونزی مالزی فرانسه کره جنوبی هر جا میرین اینجوری بود یعنی فرهنگ آمریکا بزرگترین فرهنگی بود که از صادراتی همه دنیا قبول که بخاطر اینکه فرهنگ دوست داشتن آهنگاشون دوست داشتن لباساشون دوست داشتن فیلماشون دوست داشتن الان بزرگترین کشوری که الان بعد از تونسته اخیرا رقابت بکنه تو دنیا که مردم فرهنگ این کشور رو دوست کدوم کشور کره جنوبیه الان همه دخترای جوان بی تی اس رو میشناسن بلک پینک رو میشناسن فیلم های کره جنوبی الان شما برین نتفلیکس نگاه بکنین بعد از فیلم های آمریکایی بیشترین فیلمی که تر... طرفدار داره فیلم های کره جنوبیه و میگه کره جنوبی شخصیت نداره الان همه دنیا داره فر... کره جنوبی رو به طور داوطلبانه دارن میخرن کدوم شخصیت نداره شخصیت وقتی که شخصیت نداره کره جنوبی با ما قراردادی داره با ما متی میگه روسیه دیگه تمومه منظور مزازی که ابرقدرت قدرت باشه نه که تمومه نه که منظور این توهماری که مثلا امیدانه داره که آه این کشور چون اسرائیل قرار سقوط بکنه یا آمریکا قرار سقوط بکنه نه ما داشتیم درباره بحث این که کی میتونه ابرقدرت باشه در مورد اینا صحبت میکردیم از اون لحاظ گفتم روسیه تمام نه روسیه خودش که به طور کلی که تموم نیست ارتباطی داره رابطش با ما مستقل باشه وقتی شخصیت ندارن کشورها و تحت تاثیر یک جان شخصیت یعنی دعوا با همه جهان شخصیت یعنی چی شخصیت یعنی اقتصاد اقتصاد مقاومتی که باعث میشه مردمتون بدبخشن به گرایی آمریکا قرار شخصیت داره همین که مردم ایران سفرش هم داره کوچیکتر کوچیکتر میشه به این به این میگن شخصیت باشه میگن در عرصه بین الملل ما یه کشور داره شخصیت هستیم برعکس کره جنوبی کره جنوبی میخواد نوکر صفت باشه به من ایرانی چه برخورد ربطی داره مرش تن کشوری که نوکر صفت نیستن کره شمالی و جمهوری اسلامی برین به همون نوکر چیزی که شما بهش میگین نوکر صفتی ما بهش میگیم همکاری با کشورهای مختلف که به نفع اقتصاد دو طرف میشه شما بهش بگین نوکر صفتی با همین حرفا ببینیم اقتصاد ایران به کجا میرسه با من داری رابطه داری با من ارتباط میگیری رابطه با من ج... فینکس میگه شخصیت یعنی طالبان. باور کنم طالبان هم الان حالیشه که یه مقدار داره سعی میکنه که به کشور دیگه بگه باش هم کاری کنم که اقتصاد افغانستان داره ممکنه سقوط بکنه حتی طالبان هم یه داره میگه با امریکا میگه می خب بیان حالا, حالا در من رو حکومت من رو قبول بکنه یعنی اونا هم یه مقدار حالیشون شده که نمیشه کاملا اینجوری بدون باور جمهوری اسلامی الان از طالبان هم از این لحاظ عقب افتاده تره من مستقل باشه میخوای تو کشور من کار بکنی یا میخوای از کشور من بری میخوای روابط حسنه داشته باشی با من میخوای روابط در حقیقت خصمانه داشته باشی شخصیت داشته باش خود تصمیم بگیره با یک دشمنی خب خودشون تصمیم گرفتن که رابطهشون رو با آمریکا با رابطهش با جمهوری اسلامی ترجیح میدن این تصمیم خودشون گرفتن و خوبم تصمیم گرفتن مگه دیوانه مگه زده به سرشون بیان بگن که آها ما با ما با خاطر شخصیتمون میخوایم ادامه بدیم تجارت با جمهوری اسلامی بعد مردم کره جنوبی بگن اه چرا اقتصاد ما داغون شد خب برای اینکه ما دوستمون رو خوب انتخاب نکردیم الان آمریکا هم دارن با ما وارد جنگ اقتصادی شده به خاطر اینکه تصمیم گرفتیم با بزرگترین دشمنش تجارت بکنیم تمام اقتصاد کره جنوبی رو داغت بکنیم داغون بکنیم به خاطری که میخوایم شخصیت داشته باشیم خب میگه خودتون باید انتخاب بگیریم بله خودشون انتخاب کردن تصمیمشون چیه و تصمیمشون این بود که مثل دیوونه ها مثل آقای خامنه انتخاب نکنن و به نفع منافع کشور خودشون تصمیم بگیرن که خودش تصمیم گرفته با دشمنی کنه به مراتب قابل احترام تر از دوستی هستش که دوستیشو بر اساس تصمیم خودش نگرفته به دستور یک کشور سالس دیگه گرفته نه به دل... به دلیل دوستیش دوستی برتر با یک کشور دیگه گرفته بلکه دوستی دوستیشون با اونا برایشون مهمتره به دستور کس دیگری گرفته دشمنی که خودش تصمیم میگیره با تو دشمن باشه قابل احترامه ولی دوستی که دوستی این حرفا خیلی چرته ها احترام و شخصیت و اینا آه شما دارین در اقتصاد و تجارت صحبت میکنید اصلا این حرف معنی نداره شما فرض کنید مثلا برین مقاله اقتصاد رو را بخونین به جای که بیان محاسبه بکنن چی به نفع مردمه چی باعث اه... گ... کم شدن قیمت ها میشه چی باعث افزایش حقوق مردم میشه بیان فرض کنید مثلا بیان مطالعات و تحقیقات اینا رو بخونین نوشته باشه شخصیت رو ما باید با شخصیت خود و کشورمون رو در نظر بگیریم آ نه با این کشور تجارت نمی کنیم برای اینکه اینا احترام برای ما قائل نمیشن این چرت و پرت چیه یه چیزی بگم البته ببین ما میتونیم از چین هم مثلا نقد بکنیم در همچین موضوعی خب بقیه جاها هم دیدیم ببینیم که ببین ببینی بقیه کشورها از این مشکلات دارن ولی بعضی موقع ها ما همش تو, ایران هم میبینیم که همش به این چرت و پرت ولی مثلا مثال بزنم چین چین اخیرا تصمیم گرفت که زغال کل میشه زغال درسته زغال سوخت درست میگم یکی به من بگید از استرالیا نخره به چه دلیل به خاطر بی احترامی استرالیا به چین در برای اینکه میخواستن تحقیق بکنن که چی باعث پخش این ویروس شده خب و این برخورد به حکومت به دولت چین و گفتن که ما از استرالیا دیگه زغال سوخت نمیخریم میریم از مغولستان میخریم با 20 20 درصد یا 25 درصد گرونتر از مغولستان میخریم الان تو خیابونای چین انرژی دسترسی بهش کمه یکی از دلیلاش هم اینه چراغا داره خاموش میشه بعضی از شهرهای توی چین ولی اینا هنوز میگن حاضر نید. یعنی مینی این تصمیمی که چین گرفته به خاطر بی احترامی استرالیا به چین کلی داره برای مردم چین هزینه میده به شدت زیاد البته من میگم چین اصلا نسبت مثلا به جمهوری اسلامی اکثر تصمیماش اینجوری نیست ولی حتی اون موقعی هم که همچین تصمیمایی میگیره به شدت به ضرر اقتصاد کشورشون میشه اخیرا هم این تصمیم هایی که اینجوری میگیرن هم داره بیشتر میشه متاسفانه توی چین که متاسفانه اگه همینجوری ادامه بدن خیلی به ضرر مردم می یعنی می چین میشه یعنی میبینید چین اخیرا که اقتصادش به شدت رشد کرد به خاطر آزاد کردن اقتصادشون بود به خاطر کمتر کردن اقتصاد دستوری از بالا به پایین بود برای باز کردن به مرسا به سرمایه, سرمایه های, خارجی بود که یک دفعه به طرف به طور نزولی به شدت رشدی که اقتصاد آن چین کرد به خاطر همین یه مقدار تغ... تغ... تغییر یه مقدار آزادی دوستی با کشور دیگه اصلا, اصلا باور نکردنی بود باور کنین ایران هم اگه یک زمانی این حکومت برانداز بشه یه حکومتی بیاد که تصمیم بگیره با بقیه کشور رو دوز... دوست, بشه اصلا سرمایه که میریزه توی ایران مثل سیل خواهد بود اگه یه حکومت بتونه بیا ذره امنیت نشون بده که امنیت داریم و دشمنی هم با کشور دیگه نمیکنیم. اینقدر اقتصاد ایران به در طول کوتاه مدت به شدت رشد میکنه مثل همون چین الان هم چیزهایی که ممکنه ما ببینیم اقتصاد چین هم هنوز میره بالا ها هنوز هم میره بالا خواهد رفت بالا ولی یه سری کارهایی که الان دارن میکنن به ضررشونه یعنی یه سری کارهایی که اخیرا دارن میکنن مانع رشد بیشتر از اونی هم که میتونست باشه میشه مثل این مثل که بی, بی احترامی استرالیا رو باعث کردن یعنی فکر کنید چقدر مردم چین باید از پول تو جیب خودشون هزینه بدن برای انرژی گرونتر به خاطر اینکه به حکومتشون برخورده احترام براشون مهمتر از زندگی روزمره مردم خودشونه واقعا مسخره است این حرفا اینو میگم یه چراغی هم خاموش نمیشه خب شما نمیدونین میگین دیگه چراغی هم خاموش نمیشه چرا چرا من همه چین رو نگفتم که قیمت دسترسی به انرژی توی چین رفته بالا و بعضی جاها هم اصلا ندارن چرا هم... چیزی رو که نمیدونی چرا میگی ایمان چرا هم خاموش نمیشه نه خیلی اتفاق افتاده به خاطر دسترسی کم به انرژی بعضی جاها توی چین و به خاطر افزایش قیمت انرژی چراغ خاموش شده چراغ خیابونی هم خاموش شده این مشکلی که الان چین داره یکی از دلایلش هم همینه یکی از مهمترین دلایلش هم همینه بخاطر اینکه تصمیم گرفتن از استرالیا نخرن زقا میگین این کار میگین که میگین نه اینجوری نیست خب من میدونم که هستو از کجا میگی نیست همیشه از خودتون حرف در میارین تو لایف چت تو نه میگه نرفته خب این من تو چرت و پرت میگی منم بلاکت میکنم همینجوری اومدی نمیدونی بدونی که بدونی حرف میزنی من دیگه برداشتم که حرف نتونی وقتی وقت رو طرف میکنی میگه نرفته هیچ د... نمیگه من خوندم من اینجا دیدم من, می... من دیدم که اینجوری شده میگه نه نیست همچنین شسته همچنین من نیست اینجوری که شما میگه نیست نیلوفر ببینم این دستور خامنه ای سر پول های بلاک شده ای ایران میدونم بله لفر. آمریکا به کره جنوبی اجازه داد اینجوری پول های ایران رو پس بده این خبر رو اشتباه خوندم نه یکی از دلیل لاشین و این حرف درسته بازم نگاه به من نحوه حرف سدنم که ببینم یعنی آرمین عصبانی نشو من عصبانی بخوام میشم شما میخواین چیکار کنید ادامه بدیم شو به خاطر دستور یک کشور سالس گرفت همینجوری ببینید وقت خودتون رو هم وقت منو تلف میکنین اگه به نحوه حرف سدن من میخواین گیر بدید دارین هم وقت هم, هم رو تلف میکنین به استدلالا گوش کنید اون اصلا قابل احترام نیست ما مشکلمون با کره جنوبی ها اینجاست اینا شخصیت ندارن با خود ما رابطه داشته باشن بر اساس نظر خودشون رابطه دوستی یا دشمنی با ما داشته باشن تمام حرکاتشون به دستور آمریکاست یه همچین کشوری ارزش نداره تب... و چسو... چه تمام چی... چی گفت یه لحظه دیگه ببخشید چرت میگی به دستور آمریکاست با ما داشته باشن تمام حرکاتشون به دستور آمریکاست تمام حرکات کره جنوبی به دستور آمریکاست چرت محض امید من اصلا ببین واقعا اگه شما یه کسی هستین که طرفدار حرف این هستین هیچی حالی تو نیست هیچی از اینکه دنیا چجوری اصلا کار میکنه حالی تو نیست یعنی شما این حرف این میزنه باور میکنین تمام تصمیمات تصمیمات کره جنوبی به دستور آمریکاست چقدر سطحی یک کس باید به با اقتصاد جهان فکر بکنه که فکر میکنه اصلا کسی تصور بکنه که این حرف درسته چجوریه که این همه این طرفدار داره واقعا شما نفهمین اگه حرفی هم کسی رو باور میکنین یه بار دیگه گوش بکنین یعنی واقعا درک مردم از د... از اقتصاد جهان اینه که فکر میکنن همچین حرف اصلا امکان درست بودن داره با خود ما رابطه داشته باشن بر اساس نظر خودشون رابطه دوستی یا دشمنی با ما داشته باشن تمام حرکاتشون به دستور آمریکاست تمام حرکاتشون به دستور آمریکاست اصلا این جای نقد داره من اصلا چی بگم من چه جوری رو نقد بکنم انقدر شرط و من نمیدونم چی بگم به این میگم چه کشوری ارزش نداره و چه اسم کالش وارد ایران بشه وقتی که در المپیک کره جنوبی و من اونجوری تیم ملی فوتبال ما رو در حقیقت تحقیر کرد بازیکنان ورزشی ما رو تحقیر کرد گفت با همه بازیکنای اونجا داشت یه دستگاه موبایل میداد سامسونگ به ما نداد ببخشید هر چی تو کشور ما بتونه فعالیتش کنه اونم که ها چرا بتونه انگار حالا مثلا این کلی هزینه میشه برای کره جنوبی کره جنوبی که این کالاهایی که شما حالا نمیخواید وارد بکنین یکی از پرفروش ترین کالاهای تو تمام دنیاست آره کره جنوبی الان داره گریه میکنه که چی شد یکی از فقیرترین کشورهای جهان الان دیگه کالاهای منو وارد نمیکنه آره حتما اونا خیلی ناراحتن اونا بیشتر بیان بذارن بیان تجارتشون و با یه کشوری مثل آمریکا رو بذارن کنار به خاطر نگرانی واردات شما هستن همین امسال بود که این در این رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد اومد یک مسئله تکان دهنده ای رو افشا کرد نگاه 70 درصد لوازم خانگی تولید شده در ایران متاسفانه تو بازارها که تولید شده برای بازارهای ایران متاسفانه تو انبارها در حقیقت مونده و فروش نرفته 70 درصد از لوازم خانگی تولید شده امسال به دلایل متعددی یکی حالا فشار اقتصادی رو مردم یکی دیگه رقابتی که ببین این مشکل رو همینه دیگه شما وقتی که یک دولتی ببین هیچ هیچ کسی هیچ حکومتی بنزه بازار نمیتونه بیاد پیش بینی کنه که عرضه و تقاضا چجوری خواهد بود وقتی میای دخالت میکنی یا کمبود خواهید داشت یا زیادی یا ب... یا مردم تقاضا دارن و نیست و گرون میشه همه چی یا یه چیزی رو بیشتر از اون که حد اون چیزی که لازمه حکومت تعیین میکنه و باعث میشه که تولیدش بره بالاتر و رو دست میمونه تقصیر خودتونه تقصیر جنس خارجی آوردن تو ایران ایجاد کردن و جنس خارجی بعدم ایرانی هم, هم که میدونی مغزشون شستشو دادن دیگه کالای خارجی خوبه یعنی ایرانی جمال هر چش میگه کالای خارجی کالای خارجی کالای خارجی اینا مغزشویی که ملت ایران کردن دیگه چنان مغزشویی کردن ایرانی همش دنبال اینن از فشار اقتصادی هم بوده و 70 درصد کالای ایران متاسفانه خب ببین خوب بذاری مردم خودشون تصمیم بگیره مردم خودشون بیشتر از هر کسی میتونن که تو زندگیشون چی لازم داره لازم نیست حکومت شما تصمیم بگیره مشکلات حکومت دیکتاتوری هم همینه فکر میکنن از خود مردم بهتر میفهمن که چی لازم دارن تو زندگیشون در انبارها امسال احتکار شده یه جورایی در انبارها رو دست تولید کنندگان مونده پدر تولید کننده ها در اومده متاسفانه از طریق رسانه و فرهنگ غربی که به کشور ما دارن تدریق میکنن مردم ما دارن سمت دلالی در ببین فرهنگ و وقتی میگن فرهنگ دارن تزریق میکنن ببینیم فردا مردم هم... هم... همجور که با کالا با پول خودشون رأی دارن میدن که کدوم کالا چقدر باید تولید بشه و چی خوبه و کدوم رقابت برنده میشه خب و قیمت هر چیزی چی باشه چی هر چیزی باید چی تولید بشه تو بازار مردم با رأی با پول خودشون با پول تیجه خودشون دارن رأی میدن این بهترین چیزه بهترین روشه تعیین همه چیزه هیچ حکومتی هیچ روشی برتری از این نمیتونه پیدا بکنه خب بذارین بازار خودش تعیین میکنه فرهنگ هم همینه فرهنگ و کسی ببینید ف... شو... شما شستشوی مغزی نیست تزریقی نیست مردم با مصرف فرهنگ فرهنگ مختلف دارن رأی میدن خودشون به چی علاقه دارن شما وقتی شما رو انتخاب نمیکنن هرس میخورید خونی... می وقتی که مثلا اربعین و چه میدونم علی و حسن و حسین و خو... م... چه خمینی و محمد و این چرت و پرت رو رای نمیدن هرس میخورین میگین که اینا شستشوی مغزیه اینا تزریقیه نه مردم خودشون وقتی که بذارین خودشون انتخاب میکنن چیزی که براشون لذت داره اونو انتخاب میکنن بذارین آزادیه شما آزادی حالیتون نیست وقتی که برنده نمیشین تو رقابت های فرهنگی هرس میخورید باید بگین که یک توتعه ای شده حتما واقعا خدا رو شکر یه خامینه وجود داره درد رو میشنسه جله درد رو میگیره به جله اینم نمیتونی بگیرید زورتون رو بزنید زورتون رو بزنید جله فرهنگ های دیگر رو بگیری. بگیرید هرچی بیشتر زور بزنید اتفاقا مردم بیشتر انتخاب میکن چیزای دیگر رو سریع اومد دستور داد که آقا جان جلو این قضیه رو بگیرید کمره این نوشته خدای خامنه رو گفتن که جالشونو بگیرید این خطر خطرناکه دو شرکت کره جنوبی گفتن که داره میاد و کالاشونو رو دارن میارن و گفته اگر این راست باشه به معنی شکستن کمر شرکت های لوازم خانگی است خانگی داخلی است این خیلی قضیه مهمیه و خوشبختانه جلوی این داتا گرفته شد و چقدر خیلی از این قربگراتش گرفتن شما چی میگی کره جنوبی که قرب نیستش آها نوکر قربه اینا حتی رو نوکرای قرب و نوکرای آمریکا هم تعصب دارن خیلی جالبه بیا کره جنوبی که اصلا جنوب کشور غربی نیست شما زیبا کلام ها اینا چرا قد تعصب ده نوکر ببین خیلی جالبه مردم نگران اقتصاد کشورشونن اینا حالیشون نیست اینا همه چی رو به هر کسی هر مخ... حرف مخالفی با شما بزنه به خاطر اینکه ما حتما طرفدار هر یا کشور غربی هستیم یا کره جنوبی رو میگه نوکر جو... این چقدر تحلیل های سطحی چقدر تحلیل های ساتی. چقدر تحلیل واقعا یعنی نمیشه نمیشه ما بگیم که ما فکر میکنیم این از اقتصادی به ضرر مردم ایرانه نه حتما به خاطر این داریم, داریم, داریم هم حرف رو میزنیم چون ما کره جنوبی رو چون کره یعنی من من من, من خب دارم این حرف رو میزنم نه به خاطر اینکه فکر میکنم این به نفع به این تصمیم دفتر رهبری به ضرر مردم ایرانه نه هدف من اینه که من چون آمریکا رو دوست دارم انقدر عاشق آمریکا هستم و, و هر کشوری که یه مقدار نوکری بکنه برای آمریکا از اونم میام تعصبی میام دفاع میکنم یعنی به خاطر علاقه ای که من به کره جنوبی دارم و به خاطر اینکه این علاقه به خاطر که کره جنوبی نوکر آمریکا هست، الان دارم میام به این دلیل انگیزم اینه به این دلیل دارم به شما میگم میگم که نه ما باید حتما بریم ال بخریم از کره جنوبی چون نوکر آمریکا رو دوست دارم این تحلیلش اینه تحلیل این آقا اینه این آقای ای امید تحلیلش اینه من واقعا موندم که چجوری کسی اینو جدی میگیره اصلا باور نکردنیه تحلیلاش واقعا باور نکردنی واقعا احمقانه ترین ببینید برای همین من میدونم نحوه بیان برای مردم از یه منطق درست مهمتره آمریکا که هست ما نوکر آمریکاییم نوکر نوکرای آمریکا هم دوست داریم حتی نوکرهای آمریکا رو تخم به چشم ما جا دارن اینا بهشون برخورده بر روی ما تو لوازم خانگی نیاز نداریم که کالای خارجی بیاد کالاهایی که وارد ایران میشه کالایی باید باشه که واقعا در ایران تولید ببین واقعا ببین بازارم جوری که کار میکنه اگه شما نیاز نداشته باشین اگه واقعا یه کشوری از لحاظ تولیدی بهتر باشه واقعا بهتر باشه لازم به دخالت حکومت نیست به طور طبیعی خودش باعث شکست رغب... تو رقابت با, با تولیدات دیگه پیروز میشه خب یعنی این شما میگی که ما خودمون خیلی بهتر میتونیم بسازیم خب پس بذارین رقابت کنه احتیاج به دخالت حکومت نیست هر چیزی رو یک کشوری خود واقع... خودش به خودی خود از بقیه کشورهای دیگه با هزینه کمتر و با, با کیفیت بهتر بتونه تولید بکنه نیاز به دخالت حکومت نیست رقابت میکنه برنده میشه اون چیزهایی رو که این کشور خوب نمیتونه تولید بکنه هزینهش زیادتر میشه و کیفیتش کمتره کشورهای دیگه میان رقابت میکنن بله توی کشور شما اون صنعت اون،, اون، ام، سنت شکست میخوره و ممکنه به نفع کشورتونه که اون سند شکست بخوره برای اینکه سرمایه ای که قرار بود بره طرف یک چیزی یک تولیداتی که با هزینه بیشتری شما تولید میکردین اون سرمایه میره به طرف چیزهایی که شما قابلیت رقابت توش بیشتر دارین و از رقابتی قوی تر میشین خب یعنی شو این به این به ضرر ذرره... تولید خارجی هست تولید داخلی هست برای کسایی که قابلیت رقابتشون بیشتره یعنی شما فکر بعضی فهم بعض می‌کنن خب ببینید ما اگه وارد نکنیم این به نفع تولید داخلی میشه نه این به ضرر تولید داخلی میشه برای اینکه اون صنعت هایی که شما دارین که قابلیت رقابتش با کشور دیگه بیشتر بود اون سرمایه داره میبره طرف یه چیزی که با هزینه بیشتر دارن تولید میکنن یعنی شما اون اون اسپی رو که باید روش شر... رو شر... رو شر... سرمایه میکردین رو شرط, شر... شر... رفت یه جای دیگه چیزی رو که توش میتونستین پیروز بشین روی اون بت نکردین روی اون هزینه نکردین روی اون سرمایه ن... سرمایه نذاشتین منظور رو میفهمین یعنی از, از تولید داخلی هم به ضرر شماست شما هر سر ببینیم مثلا فرض کنین که گفتم که از ده تا سنت مختلف فکر کنین دو تاش بر شما بهتره خب حتی هر سرمایه که داره میره به اون هشت دیگه این دو تا صنعتی رو که شما واقعا توش بهتر بودین رو سالها دارین عقب میندازین یعنی به یه جایی میرسه که حتی اون دو تا صنعتی رو که شما یک زمانی قابلیت رقابت با, سنت... با کشورهای خارجی داشت دیگه به اون قابلیت رقابت رو ازشون دیگه کاملا گرفتین یعنی حتی الان هم اگه دیگه بخوایم شروع بکنیم ممکن دیگه نتونه برسه به کشورهای دیگه یک زمانی قابلیت رقابت داشت ولی شما با خاطر اینکه این همه تعصب داشتین به تولید داخلی اون سرمایه که باید میرفت به اینا نرفت رفت جاهای دیگه رفت روی چیزایی که قابلیت رقابت نداشتین و شما ببین کسایی, کسایی که مصرف میکنن کالاهای شما رو که فقط مردم کشورتون نیستن شما اگه همین سرمایه ها میرفت روی اون دو تا صنعت اصلی مثلا این باعث میشه که کلی پول وارد کشور بشه برای اینکه این دو تا صنعت انقدر رشد میکرد که کلی کشورهای دیگه خریدار این کالای شما میشدن و اون پولی رو که شما از دست دادین به خاطر اینکه اون سنت هایی که رقابت نمیتونستین توش بکنین اون سنت رو شکست خورد هزاران برابر این دوتا سنتی که توش پیروز شدین از خارج برای شما سرمایه میاره برای اینکه پول علکی نریختین روی چیزی که نمیتونین رقابت بکنین متوجه هستین؟ قابل فهم هست؟ نمیدونم قابل فهم هستین یا نه بگین که من درست توضیح دادم یا نه نمیشه اگه کالایی در ایران به نحو احسن داره تولید میشه نباید وارد چه الان اگه بحث تلویزیون هست و اینجور مسائل هست الان ما تلویزیون های 4 داریم 4 حالا 4 داریم درست می میکنیم در ایران بسیار بسیار این رسانه ها و این تلویزیون ها در حقیقت با کیفیت هستن کلی ببینید فقط هم کیفیت هم حالا البته کیفیتش که معلومه که به بنزی کشور دیگه نیست خب یعنی وقتی میگیم با کیفیت کیفیت نسبیه یکی یک کالا میتونه کیفیتش بالا باشه خب ولی نسبت به کالای دیگه کیفیتش کمتر باشه ولی مهمتر از کیفیت هزینه ببین چقدر شما باید فهمتون از اختصاص ضعیف باشه که میگین خب ما میتونیم اینو درست بکنیم ببین اونا ال جی دارن ما هم یه تلویزیون اینجوری داریم خب با کیفیتش هم خوبه یعنی شما فکر میکنید تنها معیار اینه خب با چه هزینه این تلویزیون رو ساختیم خب مثلا یه تلویزیونی که مثلا بگیم 300 دلاره اگه کره جنوبی بتونه مثلا با, با هزینه 100 دلار بسازه و شما با هزینه 250 دلار بسازین خب این مهمترین فرقش همینه البته این مثال بودم من که نمیدونم قیمت این چیه خب مهمترین فرق مهمترین فرقش اینه که با چه هزینه تونستین این تلویزیون رو بسازید تون چقده برای اینکه سرمایه‌ای که فرق بین هزینه و سود زیاد باشه مارجن پروفیت مارجنش باید زیاد باشه این باید باشه که این باعث بشه که این صنعت شما رشد بکنه شما حتی که قابلیت تولید یک کالا با کیفیت بالا داشته باشین این صنعتی نیست که رشد بکنه اگه فرق بین هزینه و سودش زیاد نباشه الان داره لوازم خانگی در ایران درست میشه حالا بهانه داری میخوای بگی بی, بی کیفیت میخوای بگی من من ممکن نیستم بعضا بله شاید بعضی هم بی کیفیت باشه ولی اساس این قضیه شما میگی کالا ایران بی کیفیت مگه که خلاف حساب این تفکر نیست که بهتون در حقیقت تزریق کردن این تفکر غربی است حداقل در مورد لباس و پوشاک که کار خود من بوده و در پاساژ فردوسی هم مغازه داشتیم هم کار میکنیم بعدا هم که کارم پوشاک بود دو تا مغازه در هفته تیر و یکی هم در میدان ونک داشتم به عنوان کسی که کار پوشاک کرده دارم بهتون میگم 99 درصد پوشاکایی که شما به اسم ترک و ایتالیایی و خارجی میخواین این کار ایرانه و در پوشاک من دیدم آقا بهترین جنس داریم درست میکنیم خب باش بگیم همه این خب پوشاکو مثلا فرض کنیم که پوشاک بهتری ایران قابلیت رقابت داره خب یعنی کیفیتش با هزینه کمتر از بقیه کشورها مثلا بهتره خب بذارین رقابت بکنه احتیاج به دخالت حکومت وجود نداره اتفاقا همه اون پولایی که داره هر دولت به زور میخواد هرون بکنه صورت تولید داخلی رو چیزای دی که قابلیت رقابت نداره به طور طبیعی میرفت رو چیزایی مثلا این که مثلا فرض کنیم که تو پوشاک مثلا بگیم ایران قابلیت رقابت بیشتر داره اما چون فروش بره مجبور طرف چیکار کنه؟ یه مارک خارجی بزنه. این نکته است. این نکته. نقطه... خب این مشکل شما همینه دیگه. خب یه اگه مثلا ف... ها فرض کنیم که الان تولیدات پوشاک تو ایران مثلا زیاده و کیفیتش هم عالیه. خب شما اگه یه حکومت دخالت نمیکرد توی اقتصاد کشوری خب ممکن بود اون سرمایه‌ای که داشت هر میشه سر تولیداتی که رقابت قابلیت رقابتش کمتر بود اینا به طور طبیعی توی بازار آزاد میرفت بیشتر تو پوشاک یا مثلا چند تا صنعت دیگه که مثلا ایران قابلیت رقابت بیشتری داره و این باعث میشه که اون این سرمایه که میرفت توی این صنعت ها باعث میشه که مثلا تولیدات این صنعت ها توی ایران مثلا ده برابر بشه به خاطر اینکه هر حرومش نکردیم روی چیزای دیگه که قابلیت رقابت نداریم و این اگه ده برابر بشه باعث میشه که چی و باعث میشه که اکثرش اصلا مصرف داخلی نشه مصرف خارجی بشه صادرات ایران به شدت بره بالا و این اگه صادرات ایران بره بالا بعد از این مدتی انقدر زیاد بره بالا توی اون یک چیزی که مثلا خیلی تو ایران خوب تولید میشه بعد از کم با کیفیت بالا باعث میشه که دنیا اصلا ببینه اینو خب یعنی بیشتر هر چی بیشتر مردم اینو بخرن از تو دنیا تو دنیای بین این بیشتر یک برند مطرحی میشه و وقتی مردم بیشتر ببینن که ا چقدر مثلا مردم اینجا و اونجا و اینجا این برند رو دارن میپوشن به طور طبیعی این روی مغز مردم تاثیر میذاره که این یه برندیه که نه توی ایران بلکه تو, دنیا شناخته شده هست حتی اگه الان هم اینجوری باشه مثلا یه برند ایرانی اگه اگه میذاشین اقتصاد خودش کار خودش رو بکنه این ده برابر اینجوری میشه یعنی بعد شما لازم نیست بیان مردم با شاسوش مغزی بدین یا ندین یا تغز... فرنگی بکنین که نه برند ایرانی خوبه اگه شما میذاشتین همچین اتفاقی بیفته به طور طبیعی یه برند شناخته میشد تو جهان و به مردم خود ایران هم می گفتن میگفتن بله این برند ایرانی شناخته شده است اصلا غرور ملی خیلی باعث میشه که برن رو بخرن ولی که میبینن مثلا تو اروپا مثلا کلیا دارن به طور طبیعی خودشون رو نمیخرن نکته است که در ما مشکل لازم نیست فرهنگ مردم باور کنی لازم نیست فرهنگ مردم رو کنترل بکنی اگه بذارید مردم خودشون انتخاب بکنن جواب بهتر میده شما هیچ وقت نمیتونید این چیزا رو مفیدتر از بازار هم بازار عقیده هم بازار اقتصاد بهترین راه اینه که بذارن این ارگانیک خودش همه رو تعیین کنه. این آزادی، این آزادی فقط آزادی بیان و آزادی پوشش نیست. آزادی اقتصاد آزادی فرهنگ بهترین نتیجه رو میده فرهنگی ابتدا بعدش من منکر نیستم بله شاید بعضی از کالاهای ما بی کیفیت باشه اونو من اصلا حرفی ندارم روش بزنم ولی من میگم ابتدا به ساکن مشکل مشکل فرهنگی است این مشکل فرهنگی باید حل بشه به هر حال کاری که بعد میکرد کرد خیلی دشمنان هم سوزوند دمش و کالاهای کره ای سوزوند دشمنان سوزوند دشمنان رو مردم ایرانو میری چجوری سوزون قیمت کالا ها رو بیشتر کرد و زندگی مردم رو بدتر کرد مردم رو گرسنه تر کرد سفرش رو کوچک تر کرد بله دشمن مردم سوزون بله آقای خامنی دشمن دشمناش سوزون دشمنش کیان مردم ایران وارد ایران نمیشه و جالشون گرفته شه و اتفاق اتفاق بسیار خوبی هست و امیدواریم که همینطوری به پیش بره پاینده ایران... این, رو ببینه. این شما خیلی بده نگاه کنیم من ببخشید فینکس جان که حرف شما رو دارم هایلایت میکنم ولی نگه میگن آقا این شاگرد یه جورا فروش بود خب مگه این چه مشکلی داره من نمیدونم این چه مشکلی داره بازم من به شما میگم بیاین استدلالا رو گیر, بیارن... ب... گیر بدیم بیاین حرف مردم گوش کنیم ببینی چی منطقی هست چی منطقی نیست امیدو دارین میگی که این شاگرد یه جورا فروش بوده به امید این من نمیدونم متوجه میشم می نمیشه مگه این یک تو اینو شما توهین حساب میکنید یعنی این حرف رو شما یه توهین حساب میکنی مگه این چه مشکلی داره خب مگه شما بعد یکی داره میگه آرمی لطفا سخنان حسن عباسی رو هم نقل کنیم من چندین بار به همه گفتم بعد از اینکه ویدیوهای لایو ما میشه تو کامنت سیکشن توی قسمت کامنت ها برای ما بگین که ویدیوهایی رو که میخواین ما نقد بکنیم لطفا هم زیر 20 دقیقه باشه اونا رو به ما پیشنهاد بدین لینک هم بذارین بعد ما مم ممکنه اونا رو نقد کنیم و همه شما خوبان به خدا فینکس میگه مشکل اینه که میگه من خیلی بلدم توهین نیست ببینید حالا ممکن ممکن ممکنه یه نفرم بلد باشه حالا کار قبلیش هر چی باشه مهم نیست ممکنه بره یاد بگیره ممکنه شما شاگرد یه جور نمیدونم چی بودون که شما گفتین ولی معنیش نیست که کارهای دیگه نکرده بدرود خب این که تموم شد